مهشد افشار، چقدر خوشحالیم که شما رو در برنامه‌مون داریم. خب شما هنرمندین، فیلمسازین. اول بذار یه مقدار در مورد فیلماتون صحبت کنیم. خب فیلمای خیلی متعددی درست کردین، ولی به نظر میاد همشون یه وجه مشترک دارن. آیا اینطوره؟ و یه خورده در رابطه فیلماتون بهمون بگین. خب منم سلام میگم به شما مریم جون و متشکرم که منو به استودیوتون دعوت کردید امروز. در مورد فیلمسازی، من تقریبا سال 2009 بود که به عرصه فیلمسازی وارد شدم. قبل از اون اصلا رشته تحصیلیم چیز دیگه بود، تو ایران مهندسی کامپیوتر خونده بودم و بعدم علاقه من به میراث فرهنگی شدم و اینجام که اومدم در حقیقت اولین تحصیلاتم تو زمینه هنر و میراث فرهنگی بود. ولی بعد از اون با آقای گودرزی نژاد این فیلم کولدسک رو با هم ساختیم که بنبست بود و در حقیقت بر اساس یه قصه واقعی نوشته شد و شخصیتی که توی این فیلم بود اومد تو اون استودیویی که ما استودیوی تلویزیونی جویای کار بود، ولی در وضعیتی بود که باید از انگلیس بیرونش میکردن و هم جنسگرا بود این خانم. و خب ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم چون مسیر و پروسه پناهندگی ایشون بسیار ناعادلانه بود و متاسفانه قوانین جوامع مختلف، حتی در جوامع مترقی مثل غرب هم میبینیم که نقاط کور زیادی داره و گهگداری وقتی که به در حقیقت جایی رسیده میشه که قاضی باید روی یک شخص نظر بده، مخصوصا کسایی که از کشورهای دیگه و با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مختلف میان، اینا خب آگاهی جامعی ندارن و متاسفانه بعضی از اینا خیلی با بایس و تعصب با موضوعات برخورد میشه و همچنین کیس ایشون هم همین بود. وقتی که با ما صحبت کرد، ما به این فکر افتادیم که یه فیلم مستند بسازیم. اما از یه طرفی هم بیشتر جریاناتی که در زندگی ایشون اتفاق افتاده بود، مثل این اتفاقایی که توی ایران براشون افتاده بود و خودش هم فیلمسازی خونده بود و بعد از اون و چجوری پناهنده شده بود و همه این جریانات، چیزی بود که در حال حاضر اتفاق افتاده بود و چیزی نبود که ما بتونیم جلوی دوربین همون موقع رکوردش کنیم. بنابراین ما تقریبا میشه گفت که ری‌انکتمنت نبود، ولی خیلی از اون داستان رو در قالب یک فیلم داستانی جدید آوردیم و خودش بازی کرد به همراه دوست دخترش و بیشتر نظر ما این بود که این موضوع بیان بشه و به گوش رسانه و به گوش کسایی که واقعا در حوزه تصمیم گیری هستن برسه و این موضوع به یک وجه دیگه بررسی بشه و خب خیلی هم مؤثر واقع شد. قوانین انگلستان تا یه حد زیادی بعد از اینکه اخبار این فیلم منتشر شد تغییر کرد، یعنی پناهنده های در حقیقت میشه گفت که همجنسگرای زیادی که تا اون لحظه جواب نداشتن، کیساشون دوباره ریویو شد و خوشبختانه خیلی هاشون تونستن جواب بگیرن. ولی خب مهمتر از اینکه واقعا حالا اینجا بتونن جواب بگیرن، برای ما مسئله این بود که این یک موضوعی بود که تا قبل از اونم توی رسانه ایرانی اصلا راجبش بحث نمیشد، یعنی اینقدر قباحتی داشت که خود ژورنالیستای ما به این موضوع نمی پرداختن. وقتی که موضوع همجنسگرایی میگفت، هنوز ذهن افراد روشنفکر هم با این مشکل داشت و خب همینی که راجع به مسائل تابو یا مسائلی که سخت از هضمش واسه جوامع سنتی گفتگو پیش بیاد، به نظر من مهمترین کاریه که یک هنرمند میتونه انجام بده، حالا فیلمساز تو هر عرصه‌ای، حالا کسایی که اصحاب رسانه هستن. واقعا وظیفه همینه، ایجاد گفتگو و اینکه بتونه آدمای مختلف از قشرهای مختلف بتونن راجع به موضوع بحث بکنن، نظرهای خودشونو بیان بکنن و یاد بگیرن به چالش کشیده بشن، یاد بگیریم رشد کنیم. میپرسم، ببخشید، میدونم فیلمای دیگه هم هست که باید صحبت بشه، ولی همین صحبتتون خیلی جالبه، چون اینکه هنر برای تغییر، برای باز کردن بحث روی مسائل تابو، خب این از نظر شما این یکی از هدفهای اصلی شماست برای کاری که میکنید؟ من دقیقا بعد از این فیلم تصمیم گرفتم فیلمسازی رو جدیتر بگیرم، یعنی یکی از کارهایی بود که من از بچگی دوست داشتم، ولی خب تو جامعه ما با برای زن خیلی این موضوع بسته بود و مخصوصا اگه شما تو شهرستان زندگی میکردین، خانواده های سنتی هنوز هم به خیلی از دختراشون میگن که خب سینما جای سالمی واسه زن نیست و تا
طبعا خانواده من هم با این موضوع کاملا مخالف بودن و هیچ وقت این شانس به وجود نیامد، ولی این علاقه وجود داشت از کودکی. و بعد از این من متوجه شدم که وقتی که شما میتونی از زمانت، از انرژیت، از هنرت بتونی برای تغییر یک مسئله، برای بهتر کردن جامعه پیرامونت استفاده بکنی، اگه نکنی وقت تو حروم کردی، عمر تو، انرژی تو حروم کردی. و این بود که تصمیم گرفتم اینو جدی‌تر بگیرم و تقریبا میشه گفت همونجوری که اشاره کردین، همه کارهایی که تا به امروز کردم، کوچیک و بزرگ، یک سعی کردم درد یک قشری رو توش بیان بکنم و صحبت بشه از مسائل اون طیفی که واقعاً فرصت بیان مسائل خودشون رو ندارن. مثلا فیلمی که در رابطه با بچه‌های افغانی در ترکیه درست کردین، یا فیلمی که در رابطه زندانی سیاسی بودش، بله. اینو بیشتر توضیح بدین، چرا این مسائل، چرا این فیلم؟ من اتفاقا الان یک فیلم مستند بلند رو تموم کردم که پروژه دانشگاهیم برای دکتران بود که اسم فیلم هست زنان در دو سوی دوربین. و توی این پروژه اولین سوالی که برای من مطرح میشه اینه که من وقتی که سناریوهای خودم رو در طی فیلم اسکول نگاه کردم، مدرسه فیلمی که میرفتم، دیدم همشون به یه نوعی به رنج و درد زن و حالا پناهنده و اینجور چیزا میپردازه. و خب آیا همه آدم ها اینجوری هن؟ همه هنرمند ها؟ آیا وقتی که میخوان یک چیزی رو خلق بکنن فقط دارن به دردهایی که ازش اومدن صحبت میکنن؟ و خب این سوال کلیدی تو ذهن خود منم بود که منجر به ساخته شدن این فیلم بلند شد، به تازگی تموم شده. ولی باز برگردم به سوال شما، فکر میکنم مثلا خب پناهندگی یک مسئله بود که خود من باش دست و پنجه نرم کردم. خود من هم به خاطر فعالیت هام از دیدن خانواده و کشورم محرومم. طبیعی ترین حق انسانی که یک انسان باید داشته باشه این که شما بتونی وطنت رو، خاکت رو روش قدم بذاری، به خاطر اندیشم، به خاطر نگرشم نمیتونم توش باشم. و خب قطعا این موضوع برای من، حالا شاید مثلا خودم رو باز هم اینقدر امتیازاتی رو در زندگی میبینم که فکر نمیکنم حالا حتما بیاد رو همین موضوع خودم فوکس بکنم، ولی وقتی که انسانهای دیگری رو میبینم که رنج مشترک دارن، قطعا یک گوشه ای از وجود من به لرزه در میاد که من باید یه کاری اینجا انجام بدم. و خب این فیلمی که مثلا در ترکیه ساختیم، در بدترین شرایط، وقتی که داعش حمله کرده بود در مرز سوریه و ترکیه، ما اون موقع این فیلم رو ساختیم. و دوست من که خودش یه پناهنده بود و از دست طالبان فرار کرده بود، اینو کارگردانی کرده. بچگی توی کوه‌ها آواره شده بود و خب اون موقع هیچ کسی اینو براش پرودیوس نمی‌کرد. و من گفتم من با جون و دل اگه شده بریم لب در مرز با داعش، هم هر چی می‌خواد اتفاق بیفته من هستم پشتت. و رفتیم و فیلم بسیار موفقی بود، توی فستیوال‌های زیادی دیده شد. حتی فکر می‌کنم این دوستم خودش به فستیوال فجر هم سابمیت کرد و اول شدون، ولی در فستیوال‌های مختلف جهانی دیده شد و خب خیلی خوشحالم برای این دوستان. ولی مهمتر از اون این بود که یک مسئله‌ای به چالش کشیده بشه و بیان بشه که درد خود اون دوستان و درد من هم بود. و کودکان آواره افغانی توی ترکیه که به خاطر پناهنده شدن باید هر روز توی خیابون کار کنن، کفش باکس بزنن و دنبال قاچاقچی بگردن. بعضیاشون ده ها بار تا یک مسیری رفتن و تمام مرز پاسبانای مرزی اینا رو دیگه میشناسن اینقدر که براشون گردوندن. و خب این یک کودکی خوشایندی نیست، این کودکی نیست که هیچ کودکی استحقاقش رو داشته باشه. و ما باید اینا رو از جلوی دوربینمون دور نکنیم که دنیا آگاه باشه که یک عده‌ای با این شرایط صبحشون رو شب میکنن. و خب حالا در ادامه اون فیلم مثلا پنج رو من کارگردانی کردم که در حقیقت قبل از اون یه فیلم مستند ساختم ولی ادیتش نکردم به دلایل شخصی، به خاطر اینکه اون خانومی که در حقیقت من از زندگیشون یک زندانی سیاسی بودم و 7 سال در زندان اوین شکنجه شدن، شوهرشون، برادرشون کشته شدن و من این فیلم مستند رو با ایشون شروع کردم به امید اینکه بعداً یک فیلم بلند داستانی بر اساس خاطرات زندانشون بسازم. ولی
بعداً متوجه شدم که همین که ما گفتگو میکنیم روی روان ایشون تأثیر منفی زیادی داره و یادآوری خاطرات زندان ایشون رو به هم میریزه و خب من تصمیم گرفتم این پروژه رو متوقف کنم و در قالب یک فیلم کوتاه داستانی این رو درست کردم که در حقیقت به خود زندان نمیپردازه، ما به وقایع یا زندگی یک زندانی سیاسی و اون پست تروماتیک استرس دیسوردر یا اون آشوب روانی که یک انسان ممکنه در آیندهش تحمل بکنه به خاطر سختی و شکنجه‌ای که قبلا دیده و اینکه خب هر کوچکترین تصاویری که برای من و شما عادی هست این آدم رو به هم می‌ریزه. و من مثلا در خونه این خانم رفتم که ساکاشو جمع کرده بود می‌خواست بره به یه خونه دیگه و بعد یهو دیدم سست شد افتاد زمین و گفتم چی شده، گفت ما اینقدر توی بندای مختلف هی ما تا اومدیم به یه جایی خوب کنیم گفتن ساکاتون رو ببندین، من صحنه بستن ساکو که میبینم دوباره میرم تو اون فضا و من نگاه کردم دیدم واقعا رابطه خاطرات و سلامتی روان یه چیزی هستش که همیشه ارتباط تنگ و تنگی داره و متاسفانه کسانی که توی یک ترومایی رفتن و یک رنج روانی رو دیدن ما هر روز از کنارشون رد میشیم و فکر میکنیم اینا هم انسانهای عادی هستن در صورت که نیستن. آدم ها کوله بار رنجشون رو با خودشون میبرن هر جا که میرن. کار هنریتون هم خیلی در رابطه رنج صحبت میکنه، برای مثال نقاشیاتون در رابطه با عشق و زخم یا تابستان 88 اینا رو میتونین توضیح بدین اینا چیه؟ خیلی جالب بود چون من وقتی که تقریبا 7-8 سال پیش من توی ایران بزرگ شدم، تنها چیزی که راجع به فعالیت‌های سیاسی درک می‌کردم این بود که روی دیوارهای مدرسه‌مون نوشته بود مرگ بر حزب توده، مرگ بر نمی‌دونم مجاهد، مرگ بر این، مرگ بر اون و تمام چنل‌های اطلاعاتی رو به روی شما می‌بندن، یعنی شما در یک فضای سنسورشیپ کامل زندگی می‌کنی به عنوان یک جوان بعد از انقلاب یا کودک بعد از انقلاب. و خب من از هر کی هم میپرسیدی فقط یه خاطره داشتن که فلانی رو فلان بلایی سرش آوردن، ولی اینکه بابا اینا چه اندیشه ای داشتن که سزاوار همچین عقوبتی بودن و کسی راجبش صحبت نمیکرد، یعنی هیچ نه کتابی وجود داره که شما بخونی. البته الان فرق کرده ولی دوران ما که بعد از انقلاب دنیا اومدیم دوران سانسور مطلق بود، یعنی ما رو توی یه کپسول بزرگ کردن و بعد از اینکه من اینجا اومدم خب خیلی من راجع به این مسائل مطالعه کردم، علاقه من بودم بدونم، نه خودم هیچ وقت پیرو به هیچ حزب و گروه و دسته نبودم، همیشه اندیشه مستقل خودم داشتم ولی در هر صورت بعد میدونستم این چیزا رو. و وقتی که مثلا راجع به وقایع 88 اون تابستان 1988 که در حقیقت کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران بود به فرمان خمینی، وقتی که اون رو من خوندم اصلا واقعا تا مدت ها من حالم بد بود. خاطرات زندانیان سیاسی رو که خوندم مدت ها خودم هر صفحه شو که میخوندم توی قطار گریه میکردن، اما من گفتم آره اوکی، گفتم آره فقط این تو سعد وقتی اینا رو دارم میخونم و واقعا تکان دهنده است. ولی از اون مهمتر یک چیز مهمی وجود داره، شما اگه دقت بکنید تو اون تصاویر بیشتر زن هست. یکی از مسائل سیاسی بودن اینه که شما توی زندان حتی با اینکه زنها شکنجه شدن، دستگیر شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، به اندازه مردای سیاسی جدی گرفته نمی شدن و به یه نوعی به حاشیه رونده شده تر بودن. خب و خود این در صورتی که زنها به خاطر زن بودنشون شکنجه های روانی شدیدتری از مردها دیدن، تجاوزهایی که اتفاق افتاد، کسانی رو که اعدام میکردن و میگفتن خب ایشون باکر است باید باشون کسی بخوابه. بعد اصلا یعنی وقتی به عمق فاجعه فکر میکنی میبینی به خاطر زن بودن مدل شکنجه و عمق شکنجه بسیار شدیدتر بوده و خب این یک چیزیه که باید حتما گفته بشه، باید راجبش کار بشه. و من سعی کردم همیشه موضوع بدن سیاسی یک زن برای من دغدغه بزرگی در کارهام بوده و هست.
مذهبم همینطوره، یعنی نقد مذهبم تو کاراتون مشخصه. درسته، ببینید سنت و مذهب هر دو در حقیقت دستشون تو دست هم دیگه است توی این جریان. حالا مذاهب همشون، حالا از اسلام تا یهودیت کریستیانیتی، همشون به یه نوعی میشه گفت به خاطر اینکه یه فرمول از پیش نوشته‌ای دارن و خیلی متعصب نسبت به یک چیزی قضاوت میکنن، دیگه رومی نمیذارن، جایی نمیذارن برای گفتگو، برای به چالش کشیدن، برای تغییر. یعنی یک چیزی رو خدا گفته، به کی گفته معلوم نیست، ولی همینه، شما سوال نپرس. اینه که من اینو نمیپذیرم. بعد به عنوان آخرین سوال، یعنی شما همیشه میگین که هنر یک ابزار مهمی برای همبستگی به وجود آوردن، برای دیالوگ، برای صلح، اینو بیشتر توضیح بدین. ببینین هنر به نظر من، حالا خیلی راجع به هنر با رسالت و بدون رسالت و این داستانا حرف زیاد هست، ولی من فکر میکنم هنر در درجه اول یک ابزار سلف ایمپروومنت، یک ابزار و در حقیقت یک روشیه برای اینکه شما یک خود بهتری بسازی و خودتو کشف بکنی. چرا؟ وقتی که شما خاطراتت، احساساتت، عواطفت، افکارت که مونده و شبیه یک سری عقده ها و گره های درونیه، توانش رو پیدا میکنی که با یک مش خط، با یک مش نوشته یه جایی پیاده کنی و بذاری، خودت احساس میکنی این بندها از روی بدنت باز شده. و در حقیقت به نظر من مهمترین هدیه‌ای که الان ما میتونیم به خودمون بدیم این که واقعا از یک مسیر هنری رنجهای خودمون رو بیان بکنیم، چون این باعث میشه که ایجاد خشونت نکنه. شما معمولا اگر یک ناراحتی و گرفتگی درونی داشته باشی، اگه بخوای بیرونش بدی، باید همونو بدی بیرون و این باعث برخورد و خشونت میشه. ولی هنر در حقیقت خونسا میکنه، رنج رو تبدیل به زیبایی میکنه و این جادوی هنر هستش. ولی فراتر از اون در بعد اجتماعیش اینه که یک مدلیه که نمیتونم بگم پسیوه، ولی خیلی زیرکانه ایجاد کامیونیکیشن و ایجاد دیالوگ میکنه. هر کسی که هنر شما رو درد مشترک باشه بهش جذب میشه. شما اگه یک مثلا یه خانومه نمیدونم حالا با محجبه بذاری، دیدش برای یک زن ایرانی وقتی که بهش نگاه میکنه مدل کامیونیکیشن فرق میکنه با یه خانومی که توی آلمان یا انگلیس بزرگ شده. برای اون یک آبجکت موزهیه که شنا عمقی توش نداره، از بیرون نگاه میکنه میتونه بفهمه خب احساسم اینه، احساس میکنم احساس ساپرشن بمیده، منو فشرده میکنه، رنج اون رنج رو حس میکنم. ولی شما وقتی که با درونت کامیونیکیت میکنه، یک لول دیگه ای از دیالوگ رو با اون اثر داری و این به نظرم خیلی مهمه. یعنی بدون اینکه شما نیاز داشته باشی صدها زبان دنیا رو بشناسی و با آدمای دیگه ملاقات بکنی، این مسیری میشه برای ایجاد دیالوگ، مسیری میشه که بتونی با آدمای دیگه حرفتو بگی و اونام به اندازه سهم خودشون برداشت بکنن، بشنون و خب کم کم بتونیم با هم دیگه این دستامون رو به هم بدیم و یه دنیای بهتری بسازیم. خیلی ممنون، مرسی. متشکرم.